14 فروردین 1333 به دنیا اومدم، اونجور که مادرم میگن در یک پل تجریش، یک کلینیک کوچیکی بوده که یک خانم قابله اونجا دکتر اهری و همسرش تا مدت‌ها پیشم اون ساختمان کوچیک رو میدیدم سر پل تجریش. اونجا به دنیا اومدم. پدرم حسابدار کار ورزیده‌ای بود، به هر حال یه کتاب حسابداری هم داره که من ندارم اون کتابو، در سازمان برنامه کار میکرد. با وجود اینکه کارش حسابداری بود، اهل شعر بود، اهل ادبیات بود. باز خاطره دوری که مادرم میگن و من یادمه، ولی سنم خب طبیعتاً نیستیم که دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادند. تو 4 سالگی پدرم منو تمرین داده بود که حفظ کنم تا آخر و مرتب براش بخونم. برای همین خاطرات خوبی دارم ازش، از پدرم. آدم هم راجبش خیلی خوب میگن بعد از سالهای زیادی که گذشته. و من متاسفانه تو 9 سالگی از دست دادم پدرم. زندگی معمولی خوبی داشتیم، زندگی آرومی داشتیم. پدر به واسطه کارش ماموریت‌های مختلف داشت. یه مدت مشهد زندگی میکردیم که در واقع زادگاه پدر بود، یه مدت شیراز که زادگاه مادر بود. بعد کلاس اول دبستانم رو یادم میاد تهران بودم، اندیمشک بودم و برگشتم دوباره به تهران، باز به واسطه کار پدر. اون چی که یادمه تا اون 9 سالگی در واقع خیلی هم کم رنگ، یه تاشایی یادمه، میگم یه فضای مهربانانه یه خوبی بود. دورترین خاطره که یادم هست در شیراز منزل مادر بزرگ و خاله من در خیابون منوچهری شیراز بود و شوهر خالم یک مسجدی کنار اون خونه ساخته بود به اسم مسجد عظیمی که هنوزم هست. اون خونه بعدها برای من تجسم کامل خونه کارکتر اصلی سوبشون بود و همیشه من فکر میکردم که اون حیات بزرگ، اون گلای بابونه ریزی که لای سنگ فرشا در اومده، اون حوض گرد بزرگ که یک سقفی از بهار نارنج روی اینو گرفته بود، اتاقای بزرگ، پنجدری ها، شیشه های رنگی، در یک زمستون سرد من در اون حوض افتادم. این خاطره در واقع دورترین خاطرمه و فکر میکنم که بعدهاش فکر کردم چرا این خاطره تو ذهن من موند. شاید اون بوی بهار نارنجی که هنوز یادم میاد و میگم وقتی کتاب سوبشون رو میخوندم فکر میکردم که دقیقا اگر زمانی قرار بشه ساخته بشه باید تو اون خونه باشه. و حیف که به هر حال اون خونه از دست رفت، وقف شد و شوهر خالم وقف کرد و چند سال پیش رفتم شیراز، یک پارکینگ و برج بد ترکیبی ساخته شده بود و دیگه هیچی نمونده بود ازش. خب شما دبستان و دبیرستان کجا رفتین؟ چی خوندین؟ من دبستان و کلاس اولم و همینطور که اشاره کردم تهران، یک مدرسه در خیابون سلسبیل، اسمش یادم نیست. بعد رفتیم اندیمشک، یه مدت اندیمشک بودیم و بعد برگشتیم تهران. یک خانه پدر من در میدان 66 اگر یادم درست مونده باشه در نارمک ساخت که باز اون خونه رو هم با عشق آجر به آجرش و با سلیقه خودش ساخته بود، متفاوت بود با خونه های دیگه که در اون منطقه بودن. بعد من دبستان مدرسه عباس پرویز که در نارمک بود رفتم، دبیرستان بدی و بعد محتشم کاشانی در باز نارمک. در واقع دیگه بعد از فوت پدر که دیگه ناگهان زندگی ما کن فیکون شد و
شرایط کاملا متفاوت شد، ولی همچنان در همون نارمک بودیم و تا دیگه بعدها که از اون منطقه بیرون اومدم. دیپلمم دیپلم ریاضی بود، مدرسه محتشم کاشانی. 16 دختر بودیم که برای اولین بار در منطقه در ناحیه 9 آموزش پرورش رشته ریاضی برای دخترها وجود داشت. 16 نفر بودیم که با هم در واقع ریاضی خوندیم. چه سالی شما دیپلم گرفتین؟ من 50. من کودکی به معنای اون لطافت و اون نرمی و سیالی دوران کودکی نداشتم، چون دوران خوبم که دورانی بود که پدر زنده بود و بعد رفتنش شوک غریبی بود، چون رابطه عاطفی مثل هر بچه با پدرش، ولی خب شاید من یه روحیه حساسی داشتم که بیشتر بود. و بعد از اون با اون تغییر در واقع شرایطی که تو زندگی ما به وجود اومد و به یک خانه کوچکی منتقل شدیم و در همسایگی ما، همیشه میگم که این یا یک موهبت بزرگ بود که من ناخواسته در سن نوجوانی کشیده بشم به یک شرایطی که حساسیت‌هایی که در روحیه و اخلاقم بود من اصلا به یک وادی دیگه‌ای ببره. در همسایگی و نزدیکی ما خانواده‌ای بودن که ما هنوزم با بچه‌ها مثل خواهر و برادریم با هم. پدر اونا در شرکت واحد کار میکرد و دبیر سندیکای رانندگان شرکت واحد بود. سید آدم کم سواد و حق طلب و عدالت‌جوی غریبی بود. در واقع یه بخشی از نامه‌هایی که اینا باید مینوشتن در سندیکای رانندگان من مینوشتم و در ضمن به سید یا عموجان خوندن و نوشتنم یاد میدادم. این یعنی تعداد نامه‌هایی که من نوشتم پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه یا مهر یا جناب نخست وزیر امیر عباس هویدا، نخست وزیر محبوب ایران، خیلی زیاد بود. چون یادم نمیاد، ولی مثل که اون موقع کپی هم نبود، چون من اینا رو فقط با دست باید می‌نوشتم. در واقع من تو کتاب قانون با میشستم میخوندم برای عموجان و مواردی که اینا باید دنبال میکردن و من به صورت نامه می‌نوشتم، چون دست به قلم هم خوب بود. نامه ها رو می‌نوشتم و بعد و اینا میبردم. این ارتباطی که من با یک گروه کارگری پیدا کنم و از نزدیک در واقع با بقیه راننده هایی هم که خیلی هاشون مهاجرایی بود که تهران اومده بودن با خانواده هاشون و شرایطی که زندگی اینا می دیدم، اون روحیه حساسی که من داشتم و کاملا متوجه این شرایط کرد. یعنی واقعا نوجوانی من و جوانیم تا وقتی درسم تموم بشه دوران خوشم دورانی بود که با دوست خیلی خیلی قدیمیم که هنوزم دوست صمیمیم، قدسی اخباری، در خونه اونا و با هم دیگه درس می‌خوندیم و بعد از اون تمام دل مشغولی و دغدغه من همین بود. این ارتباط خانواده‌های راننده‌ها و اقوام اونا که عریضه‌هایی داشتن، شکایت‌هایی داشتن، دکتر می‌خواستن برن و من درگیر این شرایط شدم. بعدها عموجان دستگیر شد و خب اون اتفاقات دستگیری که در سندیکای رانندگان شرکت باید اتفاق افتاد و اولین برخورد من در یادم نیست شاید 15-16 سالگی با ساواک در اونجا بود. میدونست عموجان سوادی نداره که نامه‌ها کی می‌نویسه. بعد گفته بودم من و اومده بود، خب باورشون نمیشد مثلا یه دختر بچه 15 ساله اینا رو بنویسه. ایشون اومد و اولش که باورش نمیشد و بعدن کمد، یه کمد 3 طبقه داشتیم من و خواهر برادرم که مادرم کتابچه ها رو میذاشت اونجا، این کمد من شروع کرد دفترچه هم برق زدن و به من گفت که اینا رو تو مینوشتی؟ برای من گفتم که بله. واقعا هم مفهوم خیلی روشنی از ساواک و اصلا
و خدا رو شکر این مون در من. یعنی من هیچ وقت اون موقع که فکر نمی‌کردم کار سیاسی می‌کنم، من اون حساسیت رو میگم، حس عدالت جویی که در من بود، بعدها هم همیشه فهمیدم که من آدم سیاسی نیستم، ولی این حس شکل قوی درم وجود داره. یه دوره‌ای هم فکر می‌کردم سیاسی ام، ولی بعد دیدم من نمیتونم خودم توی چارچوبایی حبس کنم، ولی اون حس هنوز همچنانم باقی مونده. این کتابچه ها رو یعنی به من گفت که تو نوشتی؟ گفتم آره. گفت راستشو بگو، من گیس بلندی داشتم که مادرم معمولا اینو محکم میبافت، چون آدم مرتبی هم بود، پایینشم صفر و حقم نداشتم که موامو دورم بریزم. همینجا که دست کشید به سر من گفت راستشو بگو خودت نوشتی یا نه؟ گفتم بله. این آنچنان گیس منو کشید. من این درد رو فقط موقعی که داشتم تندیس پسرم به دنیا می آوردم تجربه کردم. یعنی و بعد انشای منو در آورد، یه انشایی نوشته بودم که خوند، نوشته بودم که رفتم سر خاک پدرم با مادرم، مادرم لقمه‌های نون و حلوا درست می‌کرد، می‌بردیم اونجا. یک مادری که با دو سه تا بچه‌ش تو امامزاده عبدالله اونجا نشسته بود، من دیدم که لقمه رو که مادرم به اینا داد، لقمه رو از دست بچهش گرفت و مال خودشو خورد، اون لقمه رو هم خورد. من این خیلی رو مسر گذاشته بود. یه مطلبی نوشتم که یادم میاد راجب فقر بود و برد با خودش، اون آقای هوشمند اسمش بود، اون سواکی اسمش بود. حال و هوای دوران نوجوانی من بود با همین حساسیت‌ها، با همین خانواده‌ها. هیچ وقت فکر نمی‌کردم فیلم ساز میشم. اصلا آدمی نبودم، جز اونایی نیستم که قلک بشکنم سینما برم. اصلا تعداد فیلمایی هم که تو اون موقع دیده بودم خیلی کم بود، چون مادرم اهل سینما نبود. پدرم خیلی تئاتری بود و همیشه مادرم تعریف میکنه که همه تئاترا رو باید میدیدن و فیلمم میدیدن، ولی بعد از رفتنش دیگه نه. تو دوره نوجوانی هم شاید واقعا تعداد فیلمایی که با برادرم اگه شانس میآوردم، وقتی میخواست دختر خالم که نامزدش بود بیرون ببره و بعد یکی باهاشون میرفت، منو میبرد. بیشتر فیلما رو تو اون دوران میدیدم. معماری میخواستم بخونم، چون ریاضی خونده بودم و به شدت علاقه‌مند معماری بودم. هنوزم خیلی میگم هیز معماری هستم، هنوزم خیلی دوست دارم. ولی داستان این بود که معماری هم قبول شدم، هم دانشگاه ملی هم تکنیکوم نفیسی. آدم میاد اونجا فوق دیپلم بود، رشته راه و ساختمان شاگرد دوم شدم اون سال. شهید بهشتی که بعداً شد اسم شهید بهشتی دانشگاه ملی، معماری قبول شدم. ولی شرایطمون جوری بود که اولا یه استقلال طلبی خیلی جدی در من بود. همون دوران مدرسه‌ام به بچه‌های محله درس میدادم، بعد مثلا یه پولای کوچیکی میدادن که فکر میکردم خرج تحصیلمه. برای دانشگاه هم فکر میکردم من باید کار کنم، من نمیتونم فقط درس بخونم. اون زمانم خب رفتن به دانشگاه مثل الان انقدر پیچیده و سخت و اینا نبود، ضمن اینکه درسم هم خوب بود. معماری قبول شدم ولی به دنبال کار بودم. تلویزیون یک آگهی داشت برای استخدام منشی صحنه که بعد از گذروندن یه دوره 9 ماه تو مدرسه تلویزیون سینما میتونستم استخدام شم. فکر کردم که خب میام در تلویزیون استخدام میشم و از درسم هم میخونم، کار میکنم. سال 51 بود که کنکور ورودی مدرسه تلویزیون سینما رو گذروندم. یه گروه اشتباه نکنم 20 دختر و یک پسر قبول شدیم. یه دوره 9 ماه بعد میگذروندیم، ولی یکی از مقررات این بود که نمیتونستیم در 2 جا درس بخونیم. باز من فکر کردم خب خیلی خوبه، من میام این 9 ماه اینجا میخونم، استخدام میشم، میرم بعد کنکور میدم. که دیگه مسیر زندگیم عوض شد.
در واقع این آشنا شدن با اعجاز تصویر و برقراری ارتباط برام پدیده اعجاب آوری بود که سال 52 در واقع بعد از گذراندن اون دوره در تلویزیون استخدام شدم. بعد سال سریع هم ازدواج کردم، 53 رفتم دانشکده هنرهای دراماتیک کنکور دادم و بعد دیگه الی آخر.